با سلام خدمت دوستداران گرامی، علاقمندان زبان ترکستانبولی. جلسه ششم از کتاب تیوبچوکیوروم یک رو با همدیگه میخوایم بررسی کنیم. عنوان این درسمون ماریانا تاکسیده هستش. ماریانا تاکسیده، ماریانا که خب اسم شخصه، تاکسیده به معنی در تاکسی، این دی که آخرش میبینید به معنی دره، تاکسی هم که خب به معنی تاکسی هستش. ماریانا تاکسیده یعنی ماریانا در تاکسی هستش. خب بریم شروع کنیم. میگه که ماریانا 2 یل اونجه، ماریانا 2 یعنی 2 یل سال اونجه قبل، پس 2 سال قبل در ترکی میشه 2 یل اونجه. ترکیه بنی ترکیه علامت کسمه گرفته، پسند ب گرفته و یه میانجه. ترکیه به ترکیه، گلد از گلمک میاد، گل علاوه مک باشه میشه آمدن. گلدی آمد معنی میده. یادتون باشه به ریشه فعل اگر پسوندهای دی، د، دو، دو اضافه کنیم نشونگر گذشته هستش. گلده یعنی اومد. او اویرتمن، او معلمه، اویرتمن معلم. تاکسیمده، تاکسیمده یعنی در تاکسیم. بیر لیسده، لیسه دبیرستان، ده به معنی دره، لیسده یعنی در دبیرستان. چالشیور کار میکنه. اونون چوک اورنجیسی وار، اونون چوک اورنجیسی وار یعنی او خیلی دانشجو دانش آموز داره. اونون اورنجیسی، این سی که به آخر اورنجی اومده این حالت مالکیت دیگه، به خاطر اونونه. میخواییم بگیم دانشجوی او، بعد اونونو بیاریم، بعد اورنجیسی بیاریم. اما دقت کنید وار اومده. اگه وار بیاد بعد از حالت مالکیت معنی داشتن میده. اینو به عنوان نکته یادداشت بکنید. در زبان ترکی مثل سایر زبانها نیست که برای داشتن هم یه فعل دیگه داشته باشن. ترکا برای اینکه بگن من چیزی دارم، تو داری، او داره و غیره، مالکیت رو میکنن، یعنی کلمه رو مالکیت میکنن، بعدش وار میارن. مثل اینجا که اونون اورنجیسی وار آورده یعنی او دانش آموز داره، دانشجو داره. او چوک اورنجیسی وار، اونون چوک اورنجیسی وار یعنی او خیلی دانشجو یا دانش آموز داره معنی میکنن. یعنی در واقع ترکا میگن که دانش آموز او وجود داره. ما وار رو به معنی وجود داره معنی کرده بودیم. پس یه بار دیگه خدمتتون میگم، ترکا برای اینکه بگن یه چیزی، یعنی فعل داشتن رو بخوان بگن، میان کلمه رو مالکیت میکنن، حالا برای هر ضمیر بخوان داشتن رو بگن، یعنی میخوان بگن من دارم، مالکیت من میکنن. بخوان بگن تو داری، مالکیت تو میکنن. ما داریم، مالکیت ما میکنن. بعدش هم که خب وار میارن میشه دارم، داری، داریم. یک میارن میشه منفی. مثلا اورنجیم وار بگم، اورنجیم یعنی دانش آموز من، اورنجیم وار یعنی دانش آموز دارم، اورنجیم وار. اگه به جای وار یک بگم یعنی دانشجو ندارم، دانش آموز ندارم، اورنجیم یک. خب ادامه بدیم، کجا بودیم؟ اونون اورنجیلری ماریانای عجب اسم سختی، دانشجوهای او ماریانا رو، کلم این کسمه گرفته یه میانجی و پسوند را، یعنی دانشجوهای او، دانش آموزهای او ماریانا رو چوک سویورلر، سو مک به معنی دوست داشتن. بعد سو یه مک بذاریم میشه دوست داشتن. سویورلار یعنی دوست میدارن. پس چه کسی رو دوست دارن؟ ماریانای
ماریانا رو یادتون باشه همیشه با فعل سرمک حتما روی را میاریم. خب ادامهش رو بریم. چونکه ایی اورتیار، چونکه ایی خوب، اورتیار ای رتیار ای رت مک، بعد تی مک بذاریم به جای ایار، اورت مک یعنی یاد دادن، از همون اورتمن حالا نشون به اون نشون، بعد تی من اومده دیگه معنه، اورتمن یعنی معلم، اورتیار یعنی یاد میده. و هر زمان، هر زمان یعنی همیشه، و همیشه گولر یوزلو، گولر یوزلو یعنی خنده رو، پس کسی که خنده رو باشه میگیم گولر یوزلو بهش. درسلر چوک ایه و نشله گچیار، درسلر یعنی درسا، خیلی خوب و با نشاط، نشله یعنی با نشاط، گچیار یعنی میگذره، گچمگ به معنی گذشتنه. بازن ارن جیلیری ایله، بازن یعنی بعضی اوقات، ارنجی یعنی دانشجو دانش آموز، این لری پسوند مالکیت دیگه، یعنی با دانشجوهاش با دانش آموزاش، اینم باشه. یادتون باشه در ترکی پسوند با رو بخواییم بگید، یعنی با کلمات با بگید، یه دونه فاصله میدید بعد ایله می نویسید. مثلا میخواییم بگیم با من، میگید بن ایله، یه مکس بعد ایله. مثلا با ماریانا، ماریانا ایله، اورنجلری ایله، با دانشجوهاش. ویدیو دا، ویدیو دا، در ویدیو چیزگی فیلم سیره دیار، چیزگی فیلم به معنی کارتونه، پس ترکا به کارتون میگن چیزگی فیلم، چیزگی فیلم سیره دیار یعنی کارتون تماشا میکنه. چوجوکلار چیزگی فیلمleri çok seviyorlar، بچه ها، چوجوکلار، چوجوک بچه، لار جمعه، چیزگی فیلمleri کارتون ها رو، اینم راه هستش، کارتون ها، چیزگی فیلملر میشه کارتون ها، این ای به معنی راه، کارتون ها رو çok seviyorlar، خیلی دوست دارن. و ماریانایا تشکر ادیورلار، نکته باشه خدمتتون، ما در فارسی میگیم که از کسی تشکر میکنی، مثلا میگیم که من از تو تشکر میکنم، من از معلمم تشکر میکنم، ولی ترکا میگن به کسی تشکر میکنم. ببین ماریانایا، به ماریانا تشکر میکنن، دیگه نمیگه ماریانادان، چون این ماریانادان از میشه و فارسی مدلی میشه. ماریانا بشیک تاشتا اتوریار، ماریانا در بشیکتاش میشینه، خب اسم محله هستش. و بازن اوکولا تاکسیل گیدیار، بازن بعضی اوقات به مدرسه، اوکول مدرسه، آ پسمنده به هستش، با تاکسی میره. دقت کنید دوستان، اینجا هم یه دونه با خوندیم، دقت کنید، اورنجلری ایله، اینجا هم یه دونه با هست، ما برای با دو پسوند داریم، یه دونه که ایله هست با فاصله می نویسیم، یه دونه حمله و لا هستش که اینا رو می چسبونیم به کلمه، و اگر هم آخرین حرف کلمه مثل تاکسی صدادار باشه، یه میانجی هم اینجا قرار می دیم. اوکولا تاکسی لگیدیار، به مدرسه با تاکسی میره. بو صبح، این صبح، ماریانا یینه اوکولا تاکسیل گیتته، بو صبح این صبح ماریانا باز دوباره، یینه به معنای دوباره باز هستش. یه نم کلمه شبیه به اینو داریم، یعنی، یعنی، یعنی به جای این ا و ای رو عوض کنی میشه یعنی، یعنی به معنی جدید، یینه یعنی دوباره. اوکولا به مدرسه، تاکسیل گیتته با تاکسی رفت. خب ببینیم با تاکسی چه حرفی میزنن. ماریانا میگه که تاکسی، تاکسی، مرحبا، مرحبا، گونایدن. خب گونایدن که میدونی صبح بخیر، گونایدن، تاکسی میگیدیاروز. ببینید چطوری به راننده تاکسی مسیرشو میگه، شما هم قشنگ اینطوری میتونید، حالا تاکسی گرفتین، سوار تاکسی شدین،
بعد اسم مکانتون، تاکسیم، بشیکتاشا، اسکیدارا، ارتاکویه، کدوکویه. خب میگید گیدیاروز، با پسنده به یادتون نره. تاکسی میگه که تمام. ماریانا میگه که بگون ترافیک چوک کتو، چوک خیلی کتو بده. متضاد کتو ایی بود، ایی بگون امروز ترافیک، همون ترافیک چوک کتو ما ویلا. اوید نیچین بیلمیارم، نیچین یعنی چرا، بیلمیارم نمیدونم. شما هم میتونی از این بیلمیارم خیلی قشنگ استفاده کنین. خب یه چیزو نمیدونید بگید بیلمیارم. بله چرا نمیدونم. نردن گلیارسونوس، نردن از کجا، نردن از کجا، گلیارسونوس می آیید شما، نردن گلیارسونوس از کجا می آین؟ امریکا دان، از امریکا، از امریکا میام. نه ایشیا پیارسونوز، نه ایشیا پیارسونوز. اگر بخواین شغل کسی را بپرسین بگید نه ایش، ایش به معنی کار، نه ایش چه کاری یا پیارسونوز انجام میدید. این به اوزو حس کنید، نه ایشیا پیارسون یعنی چه کار میکنی، ولی این اوز بیاد میشه نه ایشیا پیارسونوز یعنی شما چه کار میکنی. ماریانا میگه که ایرتمنم، ایرتمن یعنی معلم، ایم یعنی هستم، ایرتمنم یعنی معلم هستم. شوفر میگه که نه ایرتیارسونوز، چه چیزی، نه به معنی چه چیزی، ایرتیارسونوز چی یاد میدید، نه ایرتیارسونوز. جواب انگلیسی ایرتیارم، انگلیسی، انگلیسی، ترکا به زبان انگلیسی انگلیسی میگن، ایرتیورم یاد میدم. پس ببینید ایرتیور رو در نظر بگیرید، اگر آخرش اون بذاریم میشه من، من ایرتیورم. اگر آخرش سونوز بذارید این میشه برای شما، نه ایرتیور سونوز. چی یاد میدید، چی آموزش میدید؟ انگلیسی ایرتیورم، انگلیسی یاد میدم، انگلیسی یاد میدم. دنیادا، دنیادا یعنی در دنیا، پک چوک انسان، پک چوک انسان یعنی انسان زیادی، آدمای زیادی انگلیسی کنوشیار، انگلیسی حرف میزنن. هنگی اوکولدا چالشیارسونوز، ببینید چالش، چالش مک یعنی کار کردن، سو مک دوست داشتن، ایرت مک یاد دادن، گل مک آمدن. ببین چقدر فعل یاد گرفتیم. چالشیارسونوز یعنی کار میکنید، هنگی یعنی کدام، هنگی اوکولدا در کدوم مدرسه چالشیارسونوز کار میکنید. حالا اگه بخوایم بگیم که ببینم اینجا آورده، نه نگفته. خب الان اگه بخوایم بگیم که کار میکنم چی بگیم؟ فکر کنید، گفتیم چه چیزی رو اینجا حذف کنیم و چه چیز رو جایگزین کنیم بشه کار میکنم. دقیقا مثل ایرتیورم که اوم اضافه شده، اینجا هم به جای سونوز اوم اضافه کنیم، چالشیورم، چالشیورم کار میکنم، سونوز بیاد چالشیور سونوز کار میکنید میشه. دقیقا خب اینجا میگه که بیولو لیسه سینده، لیسه که گفتیم برای دبیرستانه، اینجا اسمه، در دبیرستان در لیسه بیولو کار میکنم، در واقع نیاورده خودش، چالشیورم رو نگفته دیگه، گفته در دبیرستان بیولو. شیمد سا دونن، اینا رو یادداشت کنید، شیمد یعنی الان، سا دونن، سا یعنی چپ، پاردون، سا یعنی راست، اینور سا یعنی راست، سا براست، دونن یعنی بپیچید، دومک معنی برگشتنم پاردون، دومک معنی برگشتنم معنی میده، معنی پیچیدنم معنی میده. پس سا دونن یعنی به راست بپیچید، سولا دونن اینجا، سولا، سولا دونن به چپ بپیچید. پس جهت سا میشه راست، سول میشه چپ، سا به راست، سولا به چپ، دونن هم که میتونید بیارید. شیمد سولا الان به چپ،
دورو یعنی مستقیم، راست، درست، این معنی رو داره. تمام بوردا اینیورم، این مک پیاده شدن، این مک پیاده شدن، اینیورم، اینیورم پیاده میشم. حالا بخوایم بگیم پیاده میشوید، اینو چطوری بگیم؟ دقیقا اینیورسونوز میگیم. حالا یه لغت اضافه دیگه به جای، حالا به جای نه، به اول این اینیورم یه حرف ب بذارین کاملا متضاد معنی این میشه. اینیورم یعنی پیاده میشم، بینیورم یعنی سوار میشم. یعنی یه ب بیاد میشه بینیورم یعنی سوار میشم. بینیورسونوز یعنی سوار میشید. خب بریم ادامه مکالمه. خب بعد شوفر میگه که بویرون، بویرون یعنی بفرمایید، تشکرلر ایشلر، ایشلر خب باز یک آرزوی، یک دیلکی هستش برای حالا راننده تاکسی یا حالا اصناف کسبه میگن. ایشلر یعنی مثلا کارتون پر برکت باشه، مثلا خدا برسونه، حالا همچین چیزی دیگه، یا آرزوی خوبه. من تشکر دارم، من متشکرم، ایگونلر روز بخیر. بعد میگه که ماریانا تاکسیدن اینده، ماریانا از تاکسی پیاده شد و اوکولا گیرده، گیرمک یعنی وارد شدن، گیر بلاوی مک، گیرمک وارد شدن، به مدرسه وارد شده. اویرتمن آرکاداش، بله اینجا یه اشتباه شده، آرکاداش لریلا، این نباید چسبیده بشه، معلم آرکاداش لریلا با دوستانش 15 دقیقه کنوشتو. 15 دقیقه هم که میدونید 15 دقیقه، کنوشتو از کنوش مک میان، کنوش مک یعنی حرف زدن، کنوشتو گذشتش هست، گذشتش هست، نه گذشته اش است، اینطوری حالا گذشتشه، حالا شد کنوشتو یعنی حرف زد. قهوه ایچتی، قهوه ایچتی، ایچ میک یعنی نوشیدن، که خب تی اومده، یادتون باشه دید دودو گفتم اول نشونه گذشته هست، ممکنه این ده ها تبدیل به ت بشه، تی تو 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 هم بشه، یعنی کنوش تو به جای دو تو آورده، ایچ تی به جای دی تی آورده، از ایچ میک نوشیدنه. و سنف، سنف یعنی کلاس، سنفا به کلاس، گیتی یعنی رفت، گیت میک هم که خوب میدونید رفتنه، این هم به جای گیتی گفتیم گیتی. اما کی ما به جای یعنی اون ده های دی ده دو دو رو تبدیل میکنیم به تی تو تو تو، یعنی ده کی تبدیل به ته میشه؟ انشالله حالا اگر این کتاب تموم بشه یه حالا در نظر داریم ویدیوهای آموزش گرامر بذاریم، اونجا خدمتون توضیح میدیم. ولی که حالا خیلی خلاصه بگم، در زبان ترکی 8 تا حرف هستش، به اونا میگن چسب ته کفش یا فستقچه شاب، حتما شنفتین که چیه. حالا من با فستقچه شاب میگم ف س ت ک ک چ ه ش پ، یعنی فستقچه شاب. این 8 تا حرف، اگر آخرین حرف کلمه بیاد و به اون کلمه ما پسوندی اضافه کنیم که با حرف د شروع میشه، اون د رو تبدیل به ت میکنیم. ببینید مثلا اینجا ایچ جزء اون فستق چه، چه ببینید چه اونجاست، فستق چه جزء اون 8 حرفه، به خاطر همین این د تبدیل به ت شده. کنوش فستق چه ش، شهاب شه اونجاست، به جای د ت اومد. فستق ت ت ت اونجا فستق چه شهاب، به خاطر این این دیه یعنی گیت دی نمیگیم دیگه، اون د تبدیل به ت میشه، به خاطر اینه که حالا دی ها د دو دو تبدیل به ت میشن، دلیلش اینه. و دلیل آره میگم دلیل نکته دو هم به خدمتتون بگم، نکته دو هم این که این کلمه، این تلفظ درستش شوفر هستش، شوفر، اینو ترکا اکثرا اشتباه میگن، میگن شوفر، شوفر، یعنی به شکل این که دوتا بالاش نقطه داره میخونن
شفر، شفر غلطه، شفر درسته. پس اینم در جریان باشید و به دوستای ترکتون هم بگید. تا جلسه آینده، گروه شروع، هوشکدم.